ما کوشش میکنیم، ما جوانب امریکایی را گفتیم که اختلافاتی که در بین اداره کابل و اون طرف هست اونا باید زودترین فرصت اونا را ختم بکنن و یک هیئت را تعیین بکنن به خاطر مذاکرات. شما دولت افغانستان، دولت شما که اداره کابل میگیم به رسمیت میشناسین نمیشناسین؟ ما در اداره کابل به رسمیت نمیشناسیم. توافق میان طالبان و آمریکا در دوحه قطر، امضای دو طرف به جنگ 20 ساله آمریکا و بی ثباتی 40 ساله افغانستان پایان میدهد. ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان موافقتنامه با آمریکا را یک پیروزی بزرگ خوانده و به جنگجویان تحت امرش دستور داده که به این موافقتنامه پایبند باشند. همچنین در برنامه امشب، ایران یکی از کانون‌های شیوع ویروس کرونا، این کشور چطور می‌تواند بحران کووید 19 را مدیریت کند؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. بعد از 18 ماه گفتگو، نمایندگان آمریکا و طالبان در دوحه قطر یک توافقنامه امضا کردند که از یک طرف جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را تعیین می‌کند و از طرف دیگر نقشه راه آتش‌بسی پایدار را. آزادی هزاران زندانی طالبان و شروع گفتگوها با طرف‌های متعدد افغان از جمله موارد دیگر این توافق است. ولی این توافق چقدر عملی است؟ در کابل البته رهبران افغان میزبان مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا بودند که در بیانیه مشترک از دولت رسمی در افغانستان حمایت کرده و بر ادامه تقویت نیروهای امنیتی افغان تاکید. توافق دوحه چقدر افغانستان را به صلح نزدیک کرده؟ جبهه مقابل طالبان چقدر متحدند؟ آیا واقعا این توافق به جنگ 20 ساله آمریکا و بی ثباتی 40 ساله افغانستان پایان خواهد داد؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول میریم سراغ داوود غاریزاده، همکارم در دوحه قطر، که از نزدیکترین محل به جایی که این توافقنامه در اونجا امضا شد با ماست. داوود، چه اتفاقهایی در اونجا در حال رخ دادنه؟ مذاکرات تمام شد و هیئت‌های مختلفی که از جای مختلف آمده بودند در این مراسم شرکت داشتند همه برگشتند و آخرین افراد و اعضای گروه سیاسی طالبان هم که در اینجا در سالن محل برگزاری این مراسم حضور داشتن و با خبرنگاران صحبت میکردن، اونا هم اینجا را ترک کردن. ولی ساعت پیش ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان یک پیام منتشر کرده و در این پیام موافقتنامه طالبان با آمریکا را یک دستاورد بزرگ و همینطور یک پیروزی بزرگ خوانده و گفته که این موافقتنامه بر اساس اصول اسلامی و نرم‌های جهانی به دست آمده و تهیه شده اصلا خود این موافقتنامه، و از تمامی جنگجویان طالبان در افغانستان خواسته که به این موافقتنامه پایبند باشند و نباید این را نقض کنند. و همچنین هبت الله آخوندزاده در پیامش گفته که موفقیت مذاکرات با آمریکا این پیام به افغانها در داخل افغانستان میرسانه که هر مشکل را میشه از طریق مذاکرات و تفاهم حل کرد و به همین دلیل هم از افغانها خواسته که هر چه زودتر بیان پای میز مذاکره و مشکلات درونی خودشان را حل کنند. و یک نکته جالب دیگه هم که این پیام رهبر طالبان داره این هست که گفته در گذشته هر کسی که علیه طالبان جنگیدن و یا که علیه امارات اسلامی که خودشان میگن گروه طالبان اقدام کردن، سر از امروز بعد از امضای موافقتنامه با آمریکا مورد عفو قرار گرفتن و اصلا با اعمالی که در گذشته انجام دادن شکنجه و بازخواست نخواهند شد. بنابراین یک پیروزی به اصطلاح تلقی میکنه طالبان در مجموع مذاکرات یا تفاهم موفقیت این مذاکرات و رسیدن به موافقتنامه‌ای که با آمریکا امضا کردن و یک هفته کاهش خشونت هم که خیلی موفقانه با پایان رسید. و لحظات پیش هم با یکی از اعضای دفتر سیاسی طالبان اینجا صحبت کردم که خب حالا که این هفته کاهش خشونت تمام شده بعد از چی؟ حالا بعد از 12 شب چه اتفاقی میفته؟ و این عضو طالبان گفت که بعد از 12 شب در واقع آتش بس با نیروهای خارجی کردن و گفتن هیچ گونه
حمله و یا اینکه اقدام از طرف طالبان علیه نیروهای خارجی صورت نمیگیره و همینطور نیروهای خارجی علیه طالبان اقدام نخواهند کرد. و بعد گفتم خب با نیروهای دولتی چی؟ گفت خب چون 80% یا بیشتر از اون را به گفته البته این مقام طالبان گفت نیروهای خارجی در واقع انجام میدن حملات و عملیات در افغانستان، حالا میتونیم بگیم که خشونت ها تا 80% در 10 روز آینده هم کاهش خواهد داشت و با شروع مذاکرات بین الافغانی قرار شده که در مورد ادامه کاهش خشونت و همینطور آتش بس دائم با هم دیگه صحبت کرد. ولی روی هم رفته روز خیلی جالب و جذاب بود برای بسیار از نمایندگانی که هیئتی که از کشورهای مختلف اینجا آمده بودن و در این مراسم شرکت داشتن. مراسمی که فصل جدید را در تاریخ افغانستان رقم زد. امضای موافقتنامه بین آمریکا و طالبان زیر نظر مایک پامپئو و در حضور نمایندگان ده‌ها کشور و نهاد بین‌المللی. توافق بی‌نهایت مهم که اگر نقض نشود ظرف 14 ماه آینده تمام نیروهای آمریکایی و ناتو افغانستان را ترک خواهند کرد. خروج نیروها مرحله به مرحله صورت می‌گیرد. در مرحله اول و ظرف 4.5 ماه سربازان آمریکایی از 5 پایگاه نظامی بیرون می شوند. تعداد نیروها از 13,000 به 8,600 سرباز کاهش می یابد. امروز این فرصت رو داریم که در نتیجه کار سخت و طاقت فرسا و فداکاری سربازان ما، دیپلمات‌های ما، سیاستمداران و خود مردم افغانستان به صلحی برسیم که برای نسل‌ها در افغانستان پایدار بمونه. ایالات متحده خواستار این هست که هم طالبان و هم دولت جمهوری اسلامی افغانستان متحد بشن به گفتگو و مذاکره و اینکه تروریست‌ها هرگز دیگر از خاک افغانستان برای عملیات‌های خودشون استفاده نکنن. فصل رابطه بین ایالات متحده و آمریکا و طالبان با خون نوشته شده و ما میدونیم که با چه کسی طرف بودیم و با چه کسی رو در رو هستیم و اگر طالبان به تعهدات خودش پایبند باقی نمونه ما لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد در کنار گذاشتن این توافق نامه. حالا توپ در میدان دولت افغانستان است تا هرچی زودتر هیئت را برای مذاکرات بین الافغانی تعیین کند. مذاکراتی که بر اساس موافقتنامه آمریکا و طالبان 10 روز دیگر باید شروع شود. اما تا شروع مذاکرات دولت افغانستان 5,000 زندانی طالب را باید رها کند. طالبان هم 1,000 زندانی دولتی را. اقدام برای اعتماد سازی بین دو طرف برای آغاز مذاکرات رسمی صلح. مذاکراتی که طرفین درباره آینده افغانستان و برقراری آتش بس دائم بحث خواهند کرد. اما با توجه به اعتمادی ها و اختلافات شدید، روند گفتگوها طولانی و پر از چالش خواهد بود. داوود، چقدر در این گفتگوها موضوع مذاکرات بعدی بین خود افغان ها روشن شده؟ قرار است که تا 10 روز دیگه 10 مارچ تاریخ تعیین کردن برایش که باید این مذاکرات انجام شود، ولی با توجه به اختلافات بی‌نهایت شدید سیاسی که در افغانستان فعلا وجود داره بین سیاستمداران که ناشی از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری بوده، خیلی ها اینجا نگران هستند که شاید دولت افغانستان و سیاستمداران نتونن در این فرصت کمی که هست اینا سر یک تیم مذاکره کننده به توافق برسن و اینا را اعزام کنن به محل مذاکرات تا با طالبان دور یک میز جمعشان بشینن. و خود طالبان هم ابراز امیدواری کردن که هر چی زودتر افغان‌ها اختلافات خود را کنار بگذارن و این هیئت را تشکیل بدن و بفرستن. از جمله ای که ما با صحبتی که با شیر محمد عباس استانگزی در واقع مذاکره کننده ارشد طالبان در اینجا در دوحه قطر داشتم، او هم با وجودی که دولت افغانستان میگه به رسمیت نمیشناسه ولی گفت که امیدوار است هر چی زودتر این هیئت تشکیل شود بیاد مذاکرات با اینا آغاز کنه. امروز خود یک روز تاریخی است به خاطر اینکه بعد از 2 دهه جنگ در داخل افغانستان و اشغال مکمل افغانستان توسط قوای آمریکایی و ناتو، امروز توافقنامه صورت میگیره و مطابق از این توافقنامه قوات‌های خارجی حال مکلف هستن که اینا باید تخلیه را اجرا بکنن و از افغانستان برن و انشاءالله در مدت 14 ماه اینا تمام افغانستان را تخلیه خواهد کرد. و ما همینان در توافقنامه چیزا هم ذکر کردیم که تاریخ 10 مارچ مثال جاری انشاءالله ما
مذاکرات بین الافغانی رو شروع میکنیم و مذاکرات با دولت افغانستان و مذاکرات بین الافغانی مطلبی که تمام جوانب افغانی خیجه خواهد بود و اداره کابل هم میتونه که یک نفر خود به حیث نماینده از اونها روان بکنه. دیگه البته اونها یک جانب خواهد بودن، مذاکرات مستقیم با اونها نخواهد بود، یک جانب خواهد بود، چرا که افغان ها بسیار زیاد هستن و در افغانستان شما میبینید که در افغانستان چندین حکومت موازی وجود دارن و به خاطر اینکه یک حکومتی باشه که برای اکثریت افغان ها قابل قبول باشه باید تمام جوانب افغانی بالای میز حاضر باشن و ما با اونها هستیم. ما امید از این داریم که ان شاء الله به زودترین فرصت با اونها به یک توافق برسیم و یک حکومتی داشته باشیم که قابل قبول برای تمام افغان ها باشه و در آینده یک افغانستان آزاد، مستقل و یک افغانستان سربلند داشته باشیم. وقتی شما میگین اگر هیئت مذاکره کننده افغانستان به رهبری دولت افغانستان باشه شما با اینا نمیشینید مذاکره نمیکنید؟ ما دولت کنونی افغانستان که است این دولتی است که هیچ قانونی نیست، نه انتخابات اونا بردن نه رئیس جمهور در بین خود با دیگر با هم قبول دارن. فعلا شما میبینید در افغانستان سه رئیس جمهور وجود دارن. بنا ما ملت افغانستان به رسمیت میشناسیم، ما جزء ملت افغانستان و ما مردم افغانستان هستیم، باید افغانا در بین خود بشینن و با هم صحبت کنن. پس کی از طرف مذاکره شما مشخصا ما در مذاکره با اینا تیم مشخصی که از طرف ما تعیین میشه و تیمی که مشخص از اونها تعیین میشه. البته تعداد زیاد تا بال شد مشخص نباشه، در آینده باید مشخص شه و دائما مارچ باید این کار شه. آیا امکان از این وجود داره که این به تاخیر بیفته به دلیل اختلافات سیاسی که شما به او اشاره کردن داخل افغانستان؟ ما کوشش میکنیم، ما جوانب آمریکایی را گفتیم که اختلافاتی که در بین اداره کابل و اون طرف است اونها باید زودترین فرصت اونها را ختم بکنن و یک هیئت تعیین بکنن به خاطر مذاکره. شما دولت افغانستان دولت شما که اداره کابل میگین به رسمیت ما در اداره کابل رو برسمیت نمیشناسیم به خاطر از اینکه در اداره دولت که حکومت که است کابل که است اونا به آرای مردم نامدن، اونا به زور به فشار امریکا بالای مردم افغانستان تحمیل شدن، یک اداره تحمیلی است. ما اونا رو برسمیت نمیشناسیم. از حرفای شما به طور برداشت میکنم که یعنی پس اختلافات خیلی شدید وجود داره بین شما و کسانی که در کابل هستن در... پس بنابراین ممکنه که این مذاکرات و این توافقی که شما اجرا کردین امضا کردین امروز به نتیجه نرسه؟ توافق ان شاء الله به امضا میرسه که نماینده های اصلی افغانستان بالای میز یک جایشان و با هم صحبت کنن، ان شاء الله اختلافات حل میشه. شیر محمد عباس استانکزی بود از مذاکره کنندگان ارشد طالبان. داوود، نقش پاکستان بسیار مهم تلقی شده، همیشه در مورد موضع پاکستان حرف زده میشه، از طرف پاکستانی چه خبر؟ پاکستان بازیگر اصلی در منطقه هست و به ویژه ای که دولت افغانستان همواره دولت پاکستان متهم به حمایت از گروه طالبان کرده و گفته که طالبان کویته شورا، کویته پشاور اینا را داره در اونجا و پایگاه دارن و در این مذاکرات، در این امضای موافقتنامه طالبان و آمریکا هم در سطح وزیر خارجه شرکت کرده و شاه محمود قریشی و این هم واکنشش به مراسم امروز. ما سهم خودمان را انجام دادیم، ما در صلح شریک هستیم و امیدواریم افغانستان را در صلح و موفقیت ببینیم. ما با نیت درست وارد این فرایند شدیم تا کمک کنیم. اقداماتی که کردیم تنها به خود ما کمک نکرده، بلکه افغان ها هم منفعت بردند. ما بیش از 4 دهه است که میزبان افغان ها بوده ایم. در حال حاضر نزدیک به 3 میلیون افغان در پاکستان زندگی می کنند. پاکستان از درگیری های داخلی افغانستان ضربه های زیاد اقتصادی و انسانی خورده، اما حالا می خواهیم به سمت آینده حرکت کنیم. شما میزبان مقامات ارشد طالبان بودین، از جمله حقانی ها که مسئول خونبارترین بمبگذاری ها در کابل بودند. چقدر مطمئنید که این افراد از داخل خاک پاکستان عملیات تروریستی انجام ندن؟ ما اجازه نخواهیم داد که هیچ کس از خاکمان بر علیه کشور دیگری اقدامی کند. دولت افغانستان میگوید که شورای پشاور، شورای کویته و رهبری طالبان در خاک پاکستان هستند. این سوال شما قدیمی است. شما هنوز در گذشته زندگی میکنید. جهان از این مسائل عبور کرده. اما اونا هنوز اونجان. جهان از این مسائل عبور کرده. ما داریم توافق صلح امضا میکنیم. بیایید مثبت باشیم. بیایید بخندیم. بیایید همدیگر را متهم نکنیم. دولت افغانستان باید از این مسائل عبور کند و همکاریش را با پاکستان افزایش دهد. پاکستان روند صلح را تسهیل کرده. اما دولت افغانستان تاکید میکند که چطور میتوانند به آینده تمرکز کنند در حالی که رهبری گروه طالبان همچنان در پاکستان به زندگیشان ادامه میدهد. من میگویم برای آنها خیلی بهتر خواهد بود که روی مسائل داخلی افغانستان تمرکز کنند و برای مراحل بعدی مذاکرات یک تیم قوی تشکیل دهند. باید بیشتر نگران افغانستان باشند تا پاکستان. Stop worrying about Pakistan. Start worrying about Afghanistan.
شاه محمود قریشی بود وزیر امور خارجه پاکستان. داود، از مواضع سایر کشورهای منطقه چه خبر؟ جمعیت قابل توجهی از مقامهای کشورهای متعدد در قطر بودند و دعوت شده بودند. دقیقاً از روسیه، ترکیه، اینا همه آمده بودند اینجا و یک بازیگر دیگر اصلی در منطقه که ایران هست و رابطه خیلی خوب هم با طالبان دارن غایب بود. هرچند ملا عبدالغنی برادر که رئیس دفتر سیاسی طالبان در اینجا در دوحه قطر در سخنرانیش قبل از امضای موافقتنامه با آمریکا از کشورهای زیاد نام برد، از جمله از ایران به خاطر برای کمک برای فراهم کردن زمینه برای پیشبرد مذاکرات اینا. و کشور دیگی که خیلی نفوذ داره بر طالبان کشور ازبکستان هست که یک زمان عبدالعزیز کامیلوف وزیر خارجه ازبکستان در اوایل پیدایش طالبان در دهه 90 اولین مقام خارجی یا از کشورهای آسیای میانه بود که رفته بود به قندهار و با ملا عمر رهبر طالبان در اونجا دیدار کرده که کمتر کس با رهبر طالبان تا اون زمان دیدار داشت. من گفتگوی داشتم با عبدالعزیز کامیلوف وزیر خارجه ازبکستان که در این مراسم شرکت داشت و از او پرسیدم که خب چقدر امیدوار است که این موافقتنامه عملی شود و دو طرف پایبند بمانند. این موافقتنامه گام بسیار مهمی است. در 40 سال گذشته این اولین بار است که راه برای برقراری امنیت هموار می شود. با توجه به رابطه نزدیکی که با طالبان دارید، چقدر میشه واقعا به طالبان اعتماد کرد؟ به نظرم با گذشت زمان هر روز اعتماد به طالبان بیشتر میشود. من دیشب با رهبری طالبان در اینجا دیدار داشتم. پیش از این هم چند بار در تاشکند و دوحه دیدار داشتیم. رهبری طالبان در دوحه به من وعده داد که هدف اصلیشان اجرای این موافقتنامه است. اگر این موافقتنامه واقعا عملی شود، یک گام بزرگ خواهد بود. ما اعتماد به طالبان هم به وجود خواهد آمد. ایشانش پیدا بولده. موندن تشقره، طالبان بزگه... همچنین طالبان به من وعده دادند که اجازه نخواهند داد که هیچ خطری از افغانستان، ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه را تهدید کند. خوف تغلشیه. این که در آینده طالبان کاملا قدرت را به دست میگیرند و یا در قدرت شریک میشوند مربوط به خود افغان هاست. ما هرگز دخالت نمی کنیم، اما با توجه به امکاناتی که آسیای میانه دارد، دولت آینده افغانستان باید همکار کشورهای آسیای میانه باشد. راه ارتباطی افغانستان به اروپا از طریق آسیای میانه است. عبدالعزیز کامیلوف بود وزیر امور خارجه ازبکستان. داود، در مجموع بسیار امید بسته شده بود به این توافق صلح بعد از 18 ماه گفتگوهای فشرده با فراز و نشیب. حس عمومی چیه؟ اگه خیلی کوتاه بگی چقدر نقشه راه بعد از این روشنه؟ نقشه رای بعد از این خیلی بستگی به این داره که چقدر افغان ها موفق میشن که این مذاکرات با طالبان را آماده کنن، زمینیش فراهم کنن و بتونن اینا بیا و مذاکرات به خوبی پیش ببرن. ولی با توجه به اختلافات باز هم تاکید میکنم که این روند بی‌نهایت طولانی و پر از چالش خواهد بود و حتما که مشکلات بر سر راه مذاکرات وجود خواهد داشت. و از یک طرف وقتی طالبان قبول ندارن دولت افغانستان و دولت افغانستان روی بعض اصول تاکید میکنه که ممکن است برای طالبان قبول نباشه. خلاصه پیدا کردن یک نظر واحد در مورد ازی که چطور بتونن افغانستان از این بحران نجات بدن راه درازه در پیش است و ممکن است که ماها حتی سالها ادامه پیدا کنه تا اینا به صلح دائمی و سرتاسری و افغانستان دست پیدا کنن. ممنونم از داوود قاریزاده همکارم در دوحه قطر با ما. و اما کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان از کابل با ماست. آقای خلیلی، خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید. شما از این توافق استقبال کردید، فکر میکنید که کار تمومه؟ اول تر سلام میرسانم خدمت شما و همه بینندگان رادیو بی بی سی. در رابطه با این که ما استقبال کردیم، بله، ما امروز یک روز تاریخی میدانیم و امروز در تاریخ چهاردهه افغانستان یک روز استثنایی است،
چهار دهه است که مردم افغانستان در بحران جنگ بوده و امروز آغاز یک حرکت و یک ایجاد یک روزنه است که در دوحه گشوده شده و این ما به فال نیک میگیریم. نمیگیم که کار تمام است، ولی نفس امضای توافقنامه بین ایالات متحده آمریکا و تحریک طالبان یک گام بلندی است که برداشته شده و ما ازی استقبال کردیم و امیدوار هستم که مرحله به مرحله، استپ به استپ ما موفقانه برسیم به جایی که صلح اصلی و واقعی پیاده شد. حدود 10 روز دیگه قرار گفتگوهای میان افغان‌ها شروع بشه. یک طرف هیئتی از طرف جبهه مخالف طالبان یا مقابل طالبان، طرف دیگر هم طالبان. از این جبهه، از نماینده‌هایی که قرار هست با طالبان گفتگو بکنن چه خبر؟ شما آیا نقشی دارید در این گفتگوها؟ طبعا تمام طرف‌های درگیر و دخیل در قضای افغانستان باید نقش داشته باشد و ما از این لحظه به بعدی که امروز امضا شده باید یک هیئت جامع و همشمول از تمام مردم افغانستان که در قضایا دخیل است و همه اقشار افغانستان خود باید در این آینه ببینند، باید تشکیل شود و امیدوار هستم که این هیئت به زودی انتخاب شود و من یقیناً به این باور هستم که همه احزاب، جریان‌ها، دولت و حکومت همه بر این هستند که باید یک هیئت جامعی را تشکیل بدن و طبعاً ما هم یکی از طرف‌های قضیه هستیم. خب و قبلاً هم بودیم و خواهیم بود. می‌فرمایید که باید تشکیل بشه. تا حالا هیچ تماسی با شما گرفته شده؟ هیچ فهرستی ارائه شده؟ روی از قضایا کارهای مقدماتی صورت گرفته. امیدوار هستم که جنبه‌های جدی‌تر به خود بگیره و تا امروز منتظر همین امضا بودند و من باورمند هستم که ای حیات تشکیل خواهد شد. آقای خلیلی، شما رئیس شورای عالی صلح هستید. رئیس جمهوری افغانستان مدت قبل دبیرخانه شورای عالی صلح رو لغو کرد، بعد نهاد دیگری در دولت افغانستان ایجاد شد برای پیگیری امور صلح. کی از بانی صلح هست در افغانستان، خصوصا در طرف مقابل طالبان؟ به هر حال شورای عالی صلح یک نهادی است که از لوی جرگه عنعنوی افغانستان برخواسته و در 2010 این لوی جرگه تشکیل شد و دو سال و اندی ما کار خود، یعنی شخصا خودم به عنوان مسئول و یاری شورای عالی صلح کار آغاز کردیم و خوشحال هستم که محض که ما شروع کردیم او فضای بسیار غریبانه بود صلح و نه حکومت دم از صلح میزد، نه احزاب و جریان ها و نه طالبا و نه جامعه بین المللی و همکاران بین المللی ما. در امروز الحمدلله که جریان داشته آقای خلیلی، تمام گفتگوهای صلحی که جریان داشته و بعد امروز هم گویا منجر به امضای یک توافق شده، نقش چندانی به شما داده نشد. ما چندان ابتکار عملی از شورای عالی صلح ندیدیم. بعد از این چه خواهد شد؟ ما در اوایل خیلی ابتکارات خوبی داشتیم. ما مردم افغانستان شریک در پروسه کردیم، ما با رهبری طالبا تماس‌های مستقیم برقرار کردیم، ما با حلقات داخلی طالبا در 3 جلسه در خارج تشکیل دادیم. این بسیار کارهای بزرگی بود، ولی محض که زمانی که آقای خلیلزاد به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا وارد صحنه شد، ما طبعاً یک مقدار خود کنار کشیدیم که تحرکات ما باعث تکر یا باعث استکاک با فعالیت‌های آقای خلیلزاد نباشه و همیش در جریان بودیم و همیش با آقای خلیلزاد مشوره داشتیم و صحبت داشتیم. طبعا تفاوت‌های دیدگاه شورای عالی صلح با آقای رئیس جمهور داشتند و عالم جناب آقای رئیس جمهور که در دوره قبلی پیش از انتخابات تفاوت‌های دیدگاه پیدا شد، یک نهاد را به نام وزارت دولت در امور صلح اتخاذ کردند و ما باورمندم و با تا بارها شنیدید که طالبا گفتن ما با حکومت یا هیئت مستقیم حکومت نمی‌نشینیم، ولی برعکس ما در گذشته هم در مسکو
از آدرس شورای عالی صلح معاونین من نشست داشتند با طالبا و هم در پروسه اجلاس اولی دوحه نماینده های شورای عالی صلح از آدرس شورای عالی صلح حدود 13-14 نفر حضور داشتند. ما نقش خود ایفا کردیم ولی ای کارام بودیم به خاطر که نمیخواستیم کدام تفاوت دیدگاه خدای نخواسته بین ما و پروسه دوحه به وجود بیه، بلکه ما همکار بودیم با پروسه دوحه. آقای خلیلی، یک بار فهرستی از طرف دولت افغانستان ارائه شد، بسیار مفصل بود. طالبان گفتند که اینجا جشن عروسی نیست که اینقدر مفصل میخواید بیایید. هیچ نشانه‌ای هست؟ آیا هیچ عددی میتونید بدید که مثلا چه تعداد فرد از کدوم جریان‌ها قراره که در گفتگوها با طالبان، در مذاکراتی که ازش تحت عنوان مذاکرات بین الافغانی یاد میشه، شرکت خواهد کرد ظرف 10-15 روز آینده؟ چیزی که من میتونم بگم، همه جریان‌های تاثیرگذار حضور خواهند داشت. از همه اقوام افغانستان به شکل در این هیئت سهم خواهند داشت. ولی ای که ما از آل بگیم که این جریان، این فرد نماینده او جریان، خیلی زود است. ولی در سقفی که انتخاب میشه از 15-20 نفر، من یقین دارم که یک هیئت جامع تشکیل خواهد شد. ممنونم از کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان از کابل با ما. ما تصاویر زنده ای داریم از آمریکا، از واشنگتن، کاخ سفید، که رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در حال صحبت کردن. I let the people know we'll go back and we'll go back so fast and we'll go back with a force like nobody's ever seen. And I don't think that will be necessary. I hope it's not necessary. And so I just wanted to bring that up before we begin on a topic that has become very, very important to everybody. First of all, the amount of work that these professionals behind me and many other professionals در مورد توافق صلح با طالبان هم صحبت کرد و گفت که اگر گروه طالبان مواد این توافق رو امضا نکنند، دولت افغانستان از این توافق، دولت آمریکا از این توافق خارج خواهد شد و بر فشارها بر طالبان رو ادامه خواهد داد. ولی خب فعلا آقای ترامپ در مورد ویروس کرونا در آمریکا صحبت میکنه. تازه‌ترین خبر حاکی از این است که یک نفر در همین شهر واشنگتن، البته در ایالت واشنگتن، گویا به دلیل ابتلا به بیماری کرونا جان داده، اولین مورد در آمریکا. ما سعی میکنیم که در ادامه برنامه به این موضوع بازگردیم، همزمان البته با مراسم امضای توافق برای آوردن صلح به افغانستان در دوحه قطر، مراسم امضای اعلامیه مشترک ناتو، آمریکا و دولت افغانستان برگزار شد. اگرچه هدف هر دو برنامه پایان جنگ به پایان دادن به جنگ 40 ساله افغانستان و تجدید تعهد آمریکا به افغانستان است، اما شماری از مردم این کشور نگرانی هایی در مورد آینده دارند. نسرین نوا، خبرنگار ما در کابل، میگوید همه صلح میخواهند اما همه به آینده توافقنامه و خروج نیروهای خارجی خوشبین نیستند. تلاش برای یافتن لقمه نانی. حدود 30 سال پیش جنگ جانب برادرش را گرفت. به قدرت رسیدن طالبان مهاجرش کرد. سقوط طالبان دوباره پایش را به کابل کشاند. حالا هم سرنوشتش در دست این رفت آمد هاست. خط سرخش امنیت و نان. اگر طالبا بیای خدا کنه که مقصد برای مردم زمینه کار مساعد شد، مردم کار کنن. طالبان برادر ماست، دولت هم برادر ماست. ما خوش هستیم مقصد بیاییم برای مردم کار زمینه شد مساعد کنن. از جنگ خسته شده کلگی. تا که جنگ. دغدغه اینها چیزی بیشتر از نان است. دنیای آرزوهایشان بزرگ است. ساخت آینده بهتر و داشتن امکانات مثل همسن و سالانشان در دنیا. حکومت طالبان را ندیدند. از حضور نیروهای خارجی هم دل خوشی ندارند. با وجودشان هم ما صلح و امنیت ندیدیم در کشور خود و اگر خروج هم شود ما خوشبین هستم، چون همه میتونه به خاطر یک صلح پایدار و همچنان امنیت خوب در کشور کشیم. ما صلح میخواییم بالاخره، به خاطر که نسلای قبل ما درد رنج را که دیدن و ما دیدیم، نمیخواییم که نسلای بعدی ما خورتر از ما ببینن.
زنانی که در دوره حکومت طالبان شاهد شلاق خوردن بودند، با رفتنشان چرخ زندگی خود را به حرکت آوردند. حضور جامعه جهانی و قانون افغانستان راهشان را هموار کرده. حالا خواستشان تنها پایان جنگ و آتش بس نیست. جوانای ما را شهید میکنن، بیگناه ها را میکشن، کسایی را میکشن که چرا در اردو کار میکنن؟ اگر در اردو کار نکنن، خیلی چی کار کنن؟ از وطن خود دفاع نکنن؟ کیا میزنن، شهید میکنن؟ حاضر نیستیم، نه حاضر، نه نه، هیچ حاضر نیستیم، هیچ خداوند ناکامشان کنه، در هر برنامه‌ای که دارن خدا ناکامشان، اگر بر صلح میاین، بر آرامی میاین، خداوند کامیابشان کنه. امید دارم که شاید بانه پیش اگه نمیمان البانه که ما خود ما سرپرست ندارم که کار کنه به من و اولاده ما خورد خورده است. اینها نگاهی امروزی تر دارند، آزادی های بیشتر و نقشی پررنگ تر. امضای قرارداد آخر خط نیست. معتقدن داستان تازه شروع شده. امضای تفاهم نامه را پلی میدانند برای دفاع از حقشان در مقابل طالبان. هر چیزی که ما را یک گام پیشتر به طرف آینده بدون جنگ ببره به نظرم برای ما با اهمیت است، ولی بازم میخوایم میره تاکید بکنم که کار اصلی ما بعد از امضای این توافقنامه شروع میشه. چرا؟ چون یک رسمیاتی است که بین گروه طالبا و آمریکایی‌ها انجام میشه و بعد از او ما مردم افغانستان هستیم که را تعیین میکنیم که در آینده چطور میخوایم باشیم. این توافق برای بسیاری مردم گنگ است و ابهام‌آمیز. اگر این توافقنامه صورت بگیره تقریبا اگر خونریزی ها کمک کاش پیدا کنه منتها دیگه گپا خواهم سر جا خواست. و اگر این توافقی که میخواین اینا امضا میکنن نیروهای خارجی برای از افغانستان، اگر امنیت ما رو تامین میکنن خوب، اگر نمیکنن با معنی بگیس که غیر مسئولانه است. اگر برای واقعا امضای توافقنامه خروج نیروهای آمریکایی و آغاز مذاکرات بین طالبان و دولت را در پی دارد. آمریکا گفته بود حضور و خروجش مشروط است. با امضای توافقنامه در 4 ماه آینده 4000 سرباز آمریکایی خارج خواهند شد. 8600 دیگر طی 2 سال آینده. برای مردم افغانستان صلح و امنیت یک آرزوست. پس از 40 سال مشخص نیست که آینده چگونه خواهد بود. اگر تغییر کند به چه قیمتی؟ گذشت زمان مشخص خواهد کرد که تصویر پس از توافق رنگین تر خواهد شد یا تارتر. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. و اما چطور شد که فرآیند صلح به اینجا رسید؟ زیاد شهریار نگاهی کرده به سیر تحولاتی که به امضای توافقنامه امروز انجامید. از جنگ افغانستان بیش از 40 سال می گذرد و پس از آن که آمریکا در سال 2001 به این کشور حمله کرد، این جنگ به طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا نیز تبدیل شد. ائتلاف به رهبری آمریکا رژیم طالبان را در افغانستان سقوط داد، زیرا گروه طالبان به رهبری شبکه القاعده که مسئول حملات مرگبار 11 سپتامبر دانسته می شد پناه داده بود. گروه طالبان در دولت جدیدی که در نشست بن روی آن توافق شد سهم نداشت و در عوض آنها تروریست و جنگجویان دشمن خوانده شدند و بسیارشان کشته و زندانی شدند. برای مدت به نظر می رسید طالبان از بین رفته و افغانستان به ثبات رسیده است. اما در سال 2004 نشانه های واضح از بازگشت طالبان دیده شد و اعضای این گروه علیه دولت جدید و نیروهای خارجی اقدام به شورش کردند. پس از آن اولین تلاش بزرگ برای صلح با طالبان تشکیل شورای عالی صلح در سال 2010 بود. این شورا به رهبری برهان الدین ربانی رئیس جمهوری پیشین افغانستان موظف شد تا با طالبان مذاکره کند. برای انجام مذاکرات مستقیم و ایجاد محل ثابت برای مذاکره، دولت قطر در سال 2013 پذیرفت تا میزبان دفتر سیاسی گروه طالبان در دوحه باشد. در میان تلاش‌های پراگنده برای شروع یک روند صلح، جنگ شدت گرفت و طالبان به تدریج کنترل خود را در سراسر افغانستان افزایش دادند. در سال 2018 رئیس جمهور ترامپ که سالهاست می‌خواهد نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کند، سلمی خلیلزاد را به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان منصوب کرد.
در طول سال 2019 نمایندگان ایالات متحده تحت ریاست زلمه خلیلزاد و نمایندگان طالبان زیر نظر عبدالغنی برادر معاون سیاسی این گروه برای چندین دوره در دوحه ملاقات کردند. مهمترین خواست طالبان تعیین جدول زمانی خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان بود و مهمترین خواست آمریکا هم قطع رابطه طالبان با تروریسم بین المللی و گروه‌های شبیه القاعده بود. هیچ چیز مشخص از این مذاکرات حاصل نشد و حملات مرگبار طالبان به صورت گسترده ادامه یافت. در سپتامبر سال 2019 هر دو طرف در آستانه امضای توافقنامه بودند، اما رئیس جمهور ترامپ به طور ناگهانی مذاکرات را در پی یک حمله انتحاری در کابل که باعث کشته شدن یک سرباز آمریکایی شد لغو کرد. پیشرفت اصلی در مذاکرات در فوریه 2020 حاصل شد و مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که توافق جدید با طالبان روی دست است. مراحل بعدی این توافقنامه تاریخی شامل جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی و گفتگوهای بین الافغانی در مورد آینده سیاسی افغانستان است. صلح آرزوی دیرینه مردم افغانستان است، اما شک و تردیدهای زیاد هنوز وجود دارد و نگاه ها حالا به سوی مذاکرات بین الافغانی معطوف خواهد بود. ضیا شهریار، بی بی سی. و برگردیم به موضوع دیگر در برنامه کرونا. دولت ایران تازه ترین شمار رسمی قربانیان گسترش ویروس کرونا در این کشور را 43 نفر اعلام کرد و گفت که شمار رسمی مبتلایان قطعی هم 593 نفر است. این در حالی است که منابع بیمارستانی به بی بی سی فارسی گفتند که شمار واقعی قربانیان و مبتلایان چند برابر آمار رسمی است. دست کم دو نماینده مجلس ایران هم آمار رسمی را بسیار کمتر از آمار واقعی توصیف کردند. وقتی نگرانی و ترس جای خود را به خشم و خشونت بیرحمانه می‌دهد. این جماعت خشمگین در بندرعباس دیشب به تصور اینکه یک مرکز تشخیص کرونا محل نگهداری بیماران کرونایی است، ساختمان را به آتش کشیدند. این حادثه تلفاتی نداشت، کثافت، ولی افکار عمومی ملتهب است و این التهاب بیشتر از همه در بیمارستان‌های کشور خود را نشان می‌دهد. وزیر بهداشت گفته از هفته سختی در پیش است، همراه با شرایطی جدید. از کم رونق شدن کسب و کارها، مخصوصاً رستوران‌ها و مراکز فروش فست فود تا بازارهای مثل این بازار در قم. تمام دکه‌های خیابون تعطیل شده و خیابان‌های معمولاً پرتردد و شلوغ مثل خیابان هفته تیر در تهران. آموزش تعطیل شدنی نیست. این تلاش تلویزیون ایران برای جبران زیان‌های ناشی از تعطیلی مدارس برای درس و تحصیل محصلان است که فعلا قرار است تا دوشنبه در خانه بمانند. تلویزیون ایران شاید مرجع خوبی برای تدریس به محصلان باشد، اما مشکل اصلی کم اعتمادی مردم به نهادهای رسمی است که می‌کوشند با ارائه آمار روزانه از موارد جدید ابتلا و فوت، ابتکار عمل را در اطلاع رسانی‌ها به دست بگیرند. 205 نفر مورد جدید ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 رو در کشور ظرف 24 ساعت گذشته داشتیم. آمار وزارت بهداشت آمار رسمی است. آمار واقعی میتواند خیلی بیشتر باشد. اما در همان آمار رسمی اعلام 207 مورد ابتلای جدید ظرف 24 ساعت بیشترین افزایش موارد ابتلا در ایران را ظرف یک هفته گذشته نشان میدهد. بی بی سی فارسی دیروز به نقل از منابع بیمارستانی از فوت دست کم 210 نفر در ایران بر اثر ابتلا به کرونا خبر داد. اما مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت میگوید تا آمار به تایید آزمایشگاه مرجع نرسد قطعی نیست. این آمار مادامی که با آزمایشات نهایی در آزمایشگاه مرجع ما قطعی نشود، ما به عنوان کیس قابل ارائه در آمارهای رسمی نمیتونیم اونها رو قلمداد کنیم. با اینکه وزارت بهداشت از یک آزمایشگاه مرجع و مرکزی صحبت میکند، اما مدیر انستیتوی پاستور امروز خبر داد که 22 دانشگاه علوم پزشکی ایران مجهز به کیت‌های تست کرونا خواهند شد. الان در حال حاضر بیش از 22 مرکز در سراسر کشور تجهیز شدن، راه اندازی شدن. چین گفته بود تا 30,000 کیت جدید تست کرونا به ایران میفرستد. وزارت دفاع ایران هم گفته دست به تولید کیت‌های تست کرونا زده، ولی رئیس انستیتوی پاستور از اینکه بگوید کیت‌های وزارت دفاع که در مرحله تولید قرار دارند استاندارد هستند یا نه خودداری کرد.
مسلما اینها باید بررسی بشن و مراحل استاندارد بودنشون و قطعیت کارکردشون اعلام بشه. مشکل دیگر دولت به غیر از کم اعتمادی افکار عمومی و کمبود تجهیزات و امکانات، برخی تشکیلات مذهبی ایران هستند. بخشی از این تشکیلات مانند بعضی مراجع و ستاد اقامه نماز جمعه ظاهرا با دولت همکاری دارند. بخش دیگری مثل این قبیل روحانیون در قم را شامل می شوند که گفتن آزمایش های لازم را دیدند و در بیمارستان ها کنار پرسنل پزشکی به بیماران سرویس می دهند. دقیقا مثل پرسنل دائمی این بیمارستان وارد می شوند، لباس مخصوص می پوشند، دستکش دستشون می کنند. روشن نیست که این آموزش ها تا چه حد کافی است، ولی مشکل اصلی دولت این عده از مذهبیون هستند. در این مکان های مقدس جایی برای ویروس و میکروب و بیماری وجود نداره، اینجا قطعه ای از بهشته. لیست میزنم هرچی باز مانم بیا. این عده زیر بار تعطیلی زیارتگاه ها و اماکن مذهبی نمی روند و گویی بنای لجبازی دارند. اما با افزایش نگرانی و احتیاط جامعه، این عده هم رفته رفته در می یابند که یک ویروس هیچ تقدسی برای مسجد و کلیسا و کنیسه قائل نیست، اگر تا آن زمان دیر نباشد. سیاوش اردلان، بی بی سی. گسترش ویروس کرونا در جهان هم به نگرانی ها افزوده. بیشتر از 83 هزار نفر به این ویروس مبتلا هستند و تا حالا بیشتر از 2700 نفر هم جان دادند. در بریتانیا شمار مبتلایان به 20 نفر رسیده و در آمریکا روند روبه رشد بیماران به نگرانی ها دامن زده. علی همدانی گزارش میدهد. شمار بسیار زیاد تلفن هایی که به این بیمارستان زده میشه در طول شبانه روز و مراجعینی که نگران هستند که نکنه مبتلا به ویروس کرونا هستند، اوج نگرانی افکار عمومی در لندن پایتخت بریتانیا رو نشون میده. کشوری که قرار هست روز دوشنبه در جلسه اضطراری به ریاست نخست وزیرش بوریس جانسون در مورد شیوه های گسترده تر پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا تصمیم بگیره. علی همدانی، بی بی سی، مقابل بیمارستان رویال فری. با بله همکارم علی همدانی بود از مقابل بیمارستان رویال فری در لندن. پارسا دانشجوی ایرانی مقیم بلاروس به عنوان اولین نمونه مبتلا به کرونا در این کشور شناخته شده. او که بعد از مشخص شدن نتیجه تست کرونا در یک بیمارستان عفونی در شهر مینسک در قرنطینه است، در تماس با بی بی سی روایت خودش رو از قرنطینه شرح داده. سلام خدمت تمامی هموطنان عزیز، من پارسا هستم، دانشجوی ایرانی مقیم بلاروس که دو روز پیش جواب تست کرونای من مثبت در اومد و تنها ایرانی هستم که اینجا در قرنطینه الان به سر میبرم و اینکه تنها بیمار بلاروس هستم یا نه، خیر، غیر از من خود تبعی بلاروس هم بوده که از ایتالیا وارد بلاروس شده، ولی چون تو فرودگاه کنترل نکردن کسی و حتی منم کنترل نکرده بودن متوجه نشدم و بعد از اینکه من جوابم مثبت در اومد رفتن سراغ تمامی مسافرهای پروازهایی که از اروپا و از ایران و از کشور آذربایجان و غیره داشتن رو گرفتن و افرادی که با ما ارتباط داشتن، با ما در ارتباط بودن و تماسی داشتیم باهاشون، همشون تو قرنطینن و تمامی مقاطع تحصیلی بلاروس 15 روز تعطیله و تمامی مردم و مخصوصا دانشجویان در حال کنترل شدن هستن و کسی که تبش بالای 37 باشه مستقیما قرنطینه میشه به مدت 14 روز. من الان تو قرنطینم تقریبا از پریشب، حالم خوبه خدا رو شکر و افرادی که با من بودن تو خونه همشون جوابشون منفیه و اینکه تشکر میکنم از دولت بلاروس که واقعا خیلی دارن به ما میرسن. دکترها واقعا تلاششون قابل تحسین، خیلی دارن زحمت میکشن. امیدوارم تمامی هموطنانمون و تمامی مردم جهان هر جایی که هستن، کسایی که به این ویروس ها ویروس های دیگه واگیر هستن، همشون سریعا نجات پیدا کنن از این بیماری. خیلی ممنون. انعکاس این موضوع در شبکه‌های اجتماعی دامنه بیشتری پیدا کرده، دربارش بیشتر از گذشته داره حرف زده میشه. همکارم پویا قربانی اینجاست. یکی از موضوعاتی که بسیار محل بحث بوده در شبکه‌های اجتماعی
ابتلای مسئولان حکومتی بوده. ما این تعداد از ابتلا رو در هیچ کشور دیگه ای نداشتیم. جمال، در مورد این که مثلا حدود 20 تا از مقامات حکومت ایران الان گفته شده که تست کروناشون مثبت شده، حرف و حدیث زیاده و تحلیل داره این موضوع. بعضی از تحلیلگران میگن که انقدر ابعاد شیوع کرونا بالاست که این پنهانکاری حکومت ایران دیگه وقتی مسئول حکومت گریبانش رو میگیره این ویروس نمیتونه کمکش کنه و در نتیجه به رسانه‌ها راه پیدا میکنه. اما به غیر از این ابعاد ویروس، شیوع ویروس و همینطور اشاره به پنهانکاری حکومت ایران، مورد دیگه ای هم هست که ناظرهای زیادی من دیدم امروز اشاره کردم بهش و اون تبعیض در سطح دسترسی به این آزمایش کرونا هست. چیزی که به نظر میرسه بین مقامات و مردم عادی در زمینه سطح دسترسی به اینکه آزمایش کرونا انجام بدن تبعیض وجود داره. من دیدم عضو شورای شهر رشت در اینستاگرام خودش به نوعی گلایه کرده بود از این موضوع و گفته بود که تست کرونا مربوط به، حالا خودش هم جزء مردم حساب کرد و گفته بود که برای من و شما نیست، برای اون مسئولانیه که مثلا امروز دیدیم پسر آقای حداد عادل و همینطور در خبرها داشتیم که حدود 100 تا از نماینده های مجلس رو ازشون تست کرونا گرفتن، در صورتی که ما میدونیم که اعلام شده به بیمارستان ها که فقط به افرادی که به آی سی یو منتقل میشن، یعنی کسایی که سطح اکسیژن بدنشون بسیار افت کرده و علائم حاد بیماری رو نشون میدن تست کرونا ازشون گرفته میشه. ولی خب ما دیدیم مثلا در مورد های مثلا همین پسر آقای حداد عادل با شکلک خنده اینو اطلاع رسانی کرده بود که من هم به ویروس کرونا مبتلا شدم، یا در موارد قبلی ویدیوهایی که از مسئولان حکومتی که گفته میگن که به کرونا مبتلا شدن در وضعیت حادی نشون، حداقل از نظر تصویری همچین چیزی نتیجه گیری نمیشه. بنابراین به این موضوع هم زیاد اشاره کردن که حکومت ایران داره بین مردم و مسئولان در این زمینه که چه کسانی میتونن به تست کرونا دسترسی داشته باشن تبعیض قائل میشه. ما در خود کشورهای اروپایی میبینیم که در بعضی از مغازه‌ها وقتی بهشون مراجعه میکنید وسایل ضد عفونی کننده کمیاب شده. در ایران چقدر بر کسب و کارها، خصوصا کسب و کارهای کوچک، اثر گذاشته کرونا؟ جمال، در این چند روز ما پیام‌های خیلی زیادی دریافت کردیم به خصوص از کسب و کارهای کوچک، از جمله مثلا بنکدارهای جزء پوشاک، مثلا صنفایی مثل شیرینی فروشی، شغل هایی که ارتباط مستقیم با مشتری دارن ضربه بیشتری رو از شیوع کرونا خوردن. اینها شغل هایی هستن که حساب ویژه‌ای باز کردن روی فروش شب عیدشون و الان خب مردم، بخش بزرگی از مردم به واسطه توصیه های بهداشتی که داره میشه از خونه شون، اونایی که میتونن بیرون نمیان و این نتیجه مستقیمی روی فروش شب عید این شغل ها گذاشته. امروز یه آلبوم عکسی ما منتشر کردیم از وضعیت بازار تجریش در شمال تهران که معمولا در این ایام شب سال نو مملو از مشتری ها و بازدید کننده هست، اما عکسایی که ما دیدیم نشون میداد که خلوت هست. همینطور ما مثلا در پاساژ ها و مراکز خرید بزرگ میدونیم که مثلا برای اینکه تشویق بشن مشتری ها دارن نشون میدن که دارن سطح در حقیقت درجه تب ورودی ها رو به پاساژ ها اندازه گیری میکنن و میگن که به نوعی دارن اطمینان خاطر میدن که ورود مشتری ها اینجوری کنترل میشه و امن هست. ولی حتی اونجا هم ما ویدیوهایی دریافت میکنیم که تقریبا نشون میده که نه خالی ولی بسیار کم جمعیت و این خب. و یک مورد دیگه هم کارگرای روزمزد هستن، مثلا نظافت چیهایی که برای شب عید مثلا درآمدشون حساب کردن و در توییتر من دیدم که بسیاری به این موضوع اشاره کرده بودن که کنسل کردن یا لغو کردن اون کمکی که میخواستن از این افراد بگیرن برای خونه تکونی شب عید. و البته یک ویدیویی هم داریم از فردی که در خیابون افتاده ظاهرا. در مورد این ویدیو دقیقاً برمیگرده به این که خب چه کسانی نمیتونن این توصیه ها رو رعایت کنن، یعنی کسی که
درآمدش مستقیما به کار روزانش بستگی داره و نمیتونه مثلا دورکاری کنه و نمیتونه مثلا کسب و کارش آنلاین بکنه. در این ویدیو حالا اگه پخش کنیم بعدش در موردش صحبت میکنیم. بله و این ویدیو رو دیدیم، بسیار تکان دهنده بود. در مورد این ویدیو شخصی که اینو برام فرستاده بود عنوان کرده بود که از همین شخصی که دیدیم روی زمین افتاده چندی قبلش یه آدرس پرسیده و بعدش این فرد عنوان کرده که نزدیک نشو به من مریض هستم و بعدش شروع کرده با سرفه روی زمین افتاده و این شاهد عینی به ما گفته بود که در حقیقت با اینکه ماسک داشته ولی از مردم خواسته که نزدیکش نشن و بعدش می‌بینیم که نیروهای امدادی به کمکش میان. اورژانس تهران اعلام کرده بود که با شماره 190 در این موارد تماس بگیری، نه شماره عادی اورژانس. گفتم اینم بد نیست که مخاطبا بدونن. بسیار عالی، ممنونم از پویا قربانی. و اما سازمان بهداشت جهانی از کشورهای درگیر شیوع ویروس جدید کرونا خواسته که از تجربه دولت چین در مقابله با این ویروس استفاده بکنه. به گفته این سازمان، چین با قرنطینه کردن شهرهای گرفتار این ویروس و تجهیز بیمارستان‌ها توانست مانع انتشار گسترده تر ویروس کرونا شود و به این ترتیب جان بسیار را نجات داد. در ایران هرچند که در روزهای گذشته اقداماتی برای مقابله با این ویروس انجام شده، به نظر میرسد ملاحظات سیاسی و مذهبی مانع از اجرای کامل روشهایی است که کشورهای دیگر به کار گرفتند. باران عباسی گزارش می‌دهد. به ساز کرونا می‌رقصند. تصاویری منسوب به شیراز، نمونه ای از بیتوجهی به توصیه‌های پزشکی برای جلوگیری از ابتلا به بیماری که در ایران رشد چشمگیری داشته و تقریباً به همه استان‌ها سرایت کرده. اما چرا ایران در کمتر از دو هفته بنابر آمار رسمی به یکی از کانون‌های اصلی شیوع کرونا با بیشترین شمار جانباختگان بعد از چین تبدیل شد؟ آن هم در زمانی که بعضی دیگر از کشورها از شیوع گسترده این ویروس جلوگیری کردند، مخصوصاً چین که به گفته سازمان بهداشت جهانی در کنترل کرونا موفق بوده. هرچند که به نظر می‌رسد چین در روزهای اول در تلاش بود روی این بحران سرپوش بگذارد، بعد از اعلام رسمی وجود این بیماری با سرعت و شفافیت عمل کرد. شمار مبتلایان و جانباختگان مرتب اعلام شد. ابتدا شهر ووهان مرکز این بیماری و بعد شهرهای دیگر قرنطینه شدند، تا جایی که ظرف یک ماه 50 میلیون نفر در قرنطینه قرار گرفتند. رفت و آمدها محدود شد، وسایل نقلیه عمومی تعطیل شدند، پوشیدن ماسک اجباری شد، درهای مراکز گردشگری، بازارها و مراکز خرید بسته شدند، آن هم در تعطیلات سال نو چینی، یعنی شلوغ‌ترین وقت سال. با افزایش شمار مبتلایان ظرف 10 روز یک بیمارستان 1000 تخت خوابی در ووهان ساخته شد. پزشکان ارتش برای کمک روانه مرکز شیوع بیماری شدند. ورزشگاه‌ها و مراکز فرهنگی هم به بیمارستان‌های موقت تبدیل شدند. امکانات آزمایشگاهی افزایش پیدا کرد و بیمارستان‌ها به وسایل تشخیص سریع کرونا و دستگاه‌های تنفسی بیشتری مجهز شدند. روش‌هایی که به گفته سازمان بهداشت جهانی باید الگوی دیگر کشورها شود. چین یک ویروس کاملاً جدید که قبلاً دیده نشده بود رو شناسایی کرد. اون هم وقتی که اوضاع داشت رو به وخامت می‌رفت. مقام‌های چینی روش‌های استانداردی رو برای حفظ سلامت عمومی به کار بردن. روش‌هایی که بعضی شاید قدیمی بدوننش. اقدامات خیلی ابتدایی که با دقت و سختگیری شدید اجرا شدن. اون هم در ابعادی که تا به حال در تاریخ دیده نشده. در ایران بعضی اقدامات برای کنترل کرونا صورت گرفته، از جمله ضد عفونی اتوبوس‌ها و قطارها، تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی، برگزاری مسابقات فوتبال بدون تماشاگر و لغو نماز جمعه در بعضی از استان‌ها. با این حال به نظر می‌رسد ملاحظات سیاسی و مذهبی مقابله با این بیماری را پیچیده‌تر کرده، از جمله مخالفت چهره‌های مذهبی با بستن زیارتگاه‌ها در قم. ما این
حرم مقدس را دارالشفا می‌دانیم. رسید ما را در و مخالفت شدید مقام ها با قرنطینه شهرهای آلوده. موافق نیستیم قرنطینه مال قبل جنگ جهانی اول، مال طاعون و وبا و اینجور چیز از خود چینی ها. مال از این قرنطینه ای که انجام شده خیلی راضی نیستن. معاون وزیر بهداشت اما خود ساعتی بعد از این کنفرانس خبری که سرفه کنان و عرق ریزان برگزار کرد گفت که خود به کرونا مبتلا شده. ویروس کرونا همچنین تلاش برای عادی نشان دادن اوضاع. کاهش رو ما مشاهده می کنیم و پیشرفت در امر درمان. از این 100 نفر مثلا ممکن بود 7 نفر یا 8 نفر از دنیا برن، امروز این رقم خیلی پایین آمده. سخنانی در تناقض با هشدارهای وزیر بهداشت. هفته نسبتاً سختی رو در پیش داریم. روند رو ما به گونه‌ای می‌بینیم که پیک اصلی بیماری در هفته آتی و روزهای آینده. میگم ماسک می‌خوایم، میگه ندارن. شکایت مردم از نبود امکانات بهداشتی. آقای خامنه‌ای ببینید مملکت رو به چه گندی کشیدیم. این لباس حفاظتی من. و نارضایتی پرستاران از امکانات محافظتی. میدونید من الان واقعا گریم گرفته. و همینطور اتهام شفاف نبودن مسئولان در اعلام سرایت این بیماری به ایران، ادعایی که حاکمیت بارها انکار کرده و آن را به آنچه دشمنان میخواند نسبت داده. و این یکی از نقشه ها و توطئه های دشمنان ما هست که با هراس افکنی زیاد در جامعه کشور رو به تعطیلی بکشونن. حالا آخری هم که این بهانه ای پیدا کردن که این بیماری، این هم که دیگه شد یه بهانه خوبی. برخورد سیاسی با ویروسی که جان دست کم ده ها نفر را گرفته، صدها شهروند را بیمار کرده و بسیاری دیگر را خانه نشین. قل ملت از کرونا نترسونید. شب جمعه از حرم شلوغ‌تر از همیشه است. برخوردی که در واکنش بعضی شهروندان هم نمود پیدا کرده. خاک بر سر اونایی که اعتقادشون تا دیروز این بود میگفتن. کسانی که بستن مکان‌های مذهبی برای محافظت از سلامت عمومی را با ارزش‌های دینی در تضاد می‌بینند. باران عباسی، BBC. اگه فردی در 14 روز گذشته در ایران بوده، از هر کشوری که باشه حق نداره وارد آمریکا بشه. این حرفی بود که لحظاتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا زد در نشستی خبری که به دلیل یا با موضوع ویروس کرونا در آمریکا برگزار شده بود. ممنونم از همراهی شما با این برنامه.